تکنیک سریع تنظیم وایت بالانس در نرم افزار فتوشاپ. سلام دوستان عزیزم، امین شفیع‌زاده هستم با یک پست جدید در خدمت شما. تو این پست میخوام با یک روش بسیار ساده و سریع به شما نحوه تنظیم سریع وایت بالانس رو آموزش بدم. اگه نمیدونید وایت بالانس چیه، خب البته توضیحش گسترده است، اما اگه بخوام خیلی سریع و ساده به شما توضیح بدم، شما وقتی عکس میگیرید حس میکنید تو اون عکس انگار یک ته رنگی رو کل رنگای شما رو پوشونده، مثلا یه رنگ زرد، نارنجی، آبی اومده روی تصویر شما رو پوشونده و در واقع نقاط سفید تصویر شما به سمت اون رنگ تمایل پیدا کردن. بنابراین شما باید بیاید بالانس بکنید نقطه سفید رو و از نقطه های سفیدتون بیایید و اون رنگ سرد یا گرم رو بردارید. اگه اون رنگ سرد یا گرم رو بیاید از نقاط سفید بردارید، رو کل تصویر شما هم اون در واقع رنگاتون بالانس میشن و اون ته رنگ برداشته میشه. این توضیح سریع وایت بالانس بود. خب الان یک تصویر برای شما آماده کردم. تو این تصویر همونطور که حس میکنید انگار یک رنگ گرم قالبه به تصویر هست و ما میخواییم بیایم و این رنگ گرم قالب رو از روی این بالانس بکنیم و نقاط سفیدمون رو بالانس بکنیم و تصحیحش بکنیم. خب تکنیک ما با این صورته. من اول از این لایه که دارم یک کپی میگیرم، یک دوپلیکیت میگیرم. کنترل جی رو اگه بزنید خب دوپلیکیت میگیره دیگه از لایه، اینو بلدیم. خب این لایه‌ای که الان جدید ایجاد شد، میام توی فیلتر بلر و بلر حالت اوریج رو بهش میدم. خب همونطور که میبینید به این صورت این لایه ما در میاد. خب قدم بعدیمون اینه که من بیام از این زیر یک کرو رو به این نسبت بدم، یک ادجاستمنت کرو رو به این نسبت میدم و توی ادجاستمنت کرو از این آی دراپر گری پوینت میام استفاده میکنم. گری پوینت، از این بالای پایین استفاده نکنید، از بلک و وایت استفاده نکنید. گری پوینت رو برمیدارم و میزنمش رو این رنگه و همونطور که میبینید این رنگی میشه. حالا میام این لایه زیریه بودش، این لایه رو خاموشش میکنم. ببینید اون ته رنگ رو از کل تصویر شما برداشت. اگه میخواهید قبل و بعدش رو ببینید، من کافیه این ادجاستمنت کرو رو بیام از روی این خاموش بکنم. ببینید این قبلش بود و این بعدش، کاملا میبینید یک لایه رنگی گرم رو از روی این برداشته. به همین سادگی ما تونستیم بیایم و نقطه سفید رو بالانس بکنیم توی این تصویر. امیدوارم این آموزشم به درتون خورده باشه. بریم ان شاءالله تا روزهای آینده و آموزش‌های بعدی.